سلام دوستان، رکو هستم و با یک برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به ابعاد جدیدی از دستگیری خانم مهسا امینی میپردازیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. خانواده مهسا امینی پس از بازگشت از سفر شمال در هشتگرد کرج مهمان دایی او بودند. روز سه‌شنبه 22 شهریور مهسا به همراه برادر، پسرخاله و دخترخاله هایش به تهران می آیند. ظاهراً آنها قصد عزیمت به پارک آب و آتش را داشتند که حدود ساعت 18 پس از خروج از مترو در ورودی متروی حقانی با تذکر پلیس گشت ارشاد مواجه می شوند. همراهان مهسا امینی پس از تذکر پلیس حجاب خود را اصلاح می کنند، اما از نظر مأمور گشت نوع پوشش مهسا امینی برخلاف دخترخاله هایش قابل اصلاح در محل نبوده و باید حتما به مقر پلیس منتقل می شده تا با استفاده از لباس مناسب و پس از اخذ تعهد و آموزش قوانین آزاد شود. پلیس میگوید وی بدون هیچ مقاومت یا جر و بحثی وارد ماشین ون پلیس می شود. این خودروی پلیس مهسا امینی و 5 خانم دیگر را به مقر پلیس اعزام می کند. نقطه مجهول داستان فاصله از دستگیری مهسا امینی تا رسیدن به ساختمان پلیس است. حدود ساعت 7 بعد از ظهر افراد به مقر پلیس می رسند و جهت شرکت در کلاس آموزشی در سالن حضور می یابند. حدود نیم ساعت بعد، همانطور که در فیلم منتشر شده مدار بسته هم مشخص است، مهسا امینی پس از صحبت با مأمور خانم پلیس از حال می رود. تلاش های اولیه برای احیای وی در مقر پلیس انجام می گیرد، اما با توجه به وخامت وضعیت وی 12 دقیقه بعد با اورژانس به بیمارستان کسرا منتقل می شود. متاسفانه تلاش ها در بیمارستان هم نتیجه بخش نبوده و نهایتاً مهسا روز جمعه فوت می کند. اما امروز به گزارش شبکه ایران اینترنشنال یکی از شاهدان عینی حاضر به صحبت شده که ابعاد جدیدی از این پرونده را باز می کند. این خانم که همزمان با بازداشت مهسا امینی در بازداشتگاه وزرا حضور داشته به ایران اینترنشنال گفته مهسا امینی هنگامی که به بازداشتگاه وزرای گشت ارشاد منتقل شد سرش را گرفته بود و چند بار گفت آی سرم. وقتی از او علت را جویا شدیم گفت ماموران توی سر او زدند. وی میگوید که از دیگران شنیده مهسا امینی وقتی به بازداشتگاه وزرا رسیده بود از پیاده شدن از ون خودداری کرده بود و یکی از ماموران مرد که درجه افسری داشته توی سر او کوبیده و او را از ون پیاده کرده، ولی خودش مستقیما از مهسا امینی شنید که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این شاهد به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت که در آن زمان چون ضرب و شتم زنان و دخترانی که به این بازداشتگاه می آمدن همگانی بود، توجه زیادی به این موضوع نکرده بود، ولی پوشش کامل مهسا امینی توجه بسیاری را جلب کرده بود و از علت دستگیری او متعجب بودند. این در حالی است که گزارشات تا امروز به این گونه بوده که هیچ ضرب و شتمی صورت نگرفته است. گزارشی که تا امروز منتشر شده میگوید که بررسی سیتی اسکن مغزی و سایر سوابق پزشکی وی توسط پزشکان متخصص نشان میدهد مهسا امینی قطعا در کودکی و در سن 5 سالگی جراحی مغز داشته و قده هیپوفیز خود را عمل کرده بود. برخی پزشکان میگویند با اطلاعات موجود میتوان استرس ایجاد شده مهسا را ناشی از عدم ترشح قده هیپوفیز دانست. البته بررسی های کامل با نمونه برداری های مختلف توسط پزشکی قانونی صورت گرفته و احتمالاً حدود 2-3 هفته دیگر علت دقیق این موضوع را مشخص خواهند کرد. و اما عرفان مرتضایی پسرخاله مهسا امینی در گفتگویی با اسکای نیوز میگوید که به مهسا پیش از مرگ توهین شده و او را شکنجه کردند. اسکای نیوز عرفان مرتضایی را فعال سیاسی و از نیروهای پیشمرگه کردستان معرفی می کند و می نویسد که وی ساکن عراق است و مصاحبه با وی در سلیمانیه را اولین مصاحبه یکی از اقوام و خانواده خانم امینی با یک رسانه خارجی عنوان می کند.
آقای مرتضایی به اسکای نیوز توضیح می‌دهد هنگامی که مهسا و برادرش اشکان در تهران به خرید رفته بودند با پلیس امنیت اخلاقی روبرو می‌شوند. وی می‌گوید اشکان تلاش کرد به پلیس توضیح دهد که آنها در تهران غریب هستند و از آنها خواهش کرد که خواهرش را با خود نبرند. اما در همان گیرودار مأمور پلیس به صورت اشکان اسپری فلفل میزند و مهسا را به زور به درون ون انداخته و با خود به مقر پلیس امنیت میبرد. عرفان مرتضایی با بیان اینکه یکی از شاهدانی که با مهسا درون ون پلیس بوده ادامه ماجرا را برای خانواده امینی تعریف کرده است میگوید در راه مقر پلیس امنیت اخلاقی مهسا مورد شکنجه و توهین قرار گرفته است. خانم امینی پس از رسیدن به مقر پلیس هوشیاری خود را رفته رفته از دست داده و سپس بیهوش شد. آقای مرتضایی می‌افزاید طبق گزارشی از بیمارستان کسرای تهران، مهسا به محض رسیدن به بیمارستان به لحاظ پزشکی مرده بود. او بر اثر ضربه‌ای که به سرش خورده دچار مرگ مغزی شده بود. و اما این مرگ یک مرگ معمولی نبوده و باعث شروع اعتراضات سراسری بر ضد حاکمیت در ایران شده. به صورتی که این زایعه به صورت ترند جهانی در آمده و هنرمندان و افراد مشهور در داخل و حتی خارج از کشور هم به حمایت از جنبش ایران و مهسا امینی پرداختند. افرادی نظیر راجر واترز، جاستین بیبر، کیم کارداشیان و خابی لین و بسیاری دیگر از افراد مشهور در سرتاسر جهان. در این میان هنرمندان داخلی پا را فراتر گذاشته و به معترضان ملحق شدند و بسیاری هم برای حمایت از مهسا امینی روسری از سر برداشته و عطای کار در ایران را به لقایش بخشیدند. جنجالی ترین چهره در این میان علی کریمی است که این روزها به نوعی تبدیل به سمبولی برای معترضین شده است. کار تا جایی بالا گرفته که شب گذشته منزل علی کریمی را پلم کردند. بسیاری از افراد حامی دولت خواستار توقیف اموال علی کریمی شدند، اما علی کریمی در واکنش به این هجمه ها با انتشار استوری اموالش را فدای ملت کرد. کانال باید بدانیم فقط راوی این مکالمات و اخبار بوده و صحت این اخبار را تایید یا تکذیب نمی کند و در صورت انتشار اخبار جدید درباره این زایعه تأسف‌بار آن را با شما همراهان عزیز در میان می گذارد. دوستان عزیز مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما شوید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتون.